سینمای اجتماعی بازتاب شرایط اجتماعی و فرهنگی بر سرنوشت انسان و کنش و واکنش انسان در برابر این شرایط است. اگر درگیر مسائل اجتماعی باشین نمیتونید خودتون ایزوله کنید. اگر درگیر مسائل اجتماعی میشین اخبار رو دنبال میکنین، مسائل اجتماعی رو دنبال میکنین، بی تفاوت نمیتونین از کنارش بگذارین. سینمای اجتماعی سینمایی هست که با زندگی شخصی فیلمساز، با عواطف فیلمساز، با تصمیمات فیلمساز گره در هم آمیخته داره. نمیشه در فضایی دور از واقعیت‌های جامعه و بدون درک عمیق از شرایط اون موقعیت نشست و فقط خیال پردازی کرد. سینمای اجتماعی با خودش بار چه بخواهیم چه نخواهیم مسئولیتی رو میاره که موقعیت فیلمساز رو حساس‌تر میکنه در برابر مخاطب. احساس مسئولیتی که نباید فریبش داد، نباید دروغ بهش گفت. البته همین کارا رو در انواع دیگر سینما هم میشه این کار کرد، ولی سینمای اجتماعی من فکر میکنم با خودش تعریف یک مسئولیت رو به همراه داره. گاهی تلقی بر اینه که هر فیلمی که در فضای شهری و در نگاه لانگ شات به بیرون و جمعیت و مردم ساخته بشه اون فیلم اجتماعی هست. هیچ کدوم از اینا دلیل بر اون نیست. میتونه فیلم در یک اتاق با دو کارکتر یا با یک کارکتر باشه ولی فیلم کاملا اجتماعی باشه. مهم این هست که این رابطه انسان و شرایط اجتماعی رو چگونه تصویر کرده باشیم. آقای صمدی ما رو فرستادن که پرونده مربوط به محله هرتاوات رو بگیریم. شمارش چیه؟ شمارش رو ندادن. نمیدونم. آها، تا این جوونا بیان کار یاد بگیرن عمر ما تموم شده و رفتیم. فقط باتری داریم. باشه آقا، من باتری میخوام. باتری آقا، تو باتری میخوای چیکار؟ هفته پیش گرفتی. بچه‌ها مصرف میکنن. تجربه خود من در سه فیلم اولم به این طریق بود که از طریق نمایش یک موقعیت اجتماعی به شخصیت‌ها نگاه میکردم و از نرگس به بعد برعکس شد این مسیر. یعنی از طریق تمرکز روی کارکتر، فردیت کارکتر، موقعیت کارکتر در شرایط اجتماعی به لانگشات شرایط اجتماعی نگاه کردم. یعنی انگار یک قیفی که از دو سر، این تفاوت در بخش اول فیلمای داستانیم و بخش دوم یک چنین تغییری رو پیدا کرد. آخه چرا؟ اینجوری میخواستی زندگی من درست کنی؟ ما حسن میریم مشهد، بعدش هم میریم بندر، اسم دخترمونو میذاریم عاطفه. آره اینجوری؟ دیگه چیزیش نمونده. کاش یه روز جای من این بیرون بودی، اون وقت میفهمیدی من چی میگم. آخه من چی کار کنم؟ من بابام که هشتشون گیر و نهشون من به کی رو بندازم؟ بیام بیرون همه چی درست میشه. باید هم درست شه. فکر کردی میذارم همجوری ول بگردی؟ ولی حالا چی تو وقتی این تویی؟ معتقدم که در یه جوامعی مثل ما با پیچیدگی‌ها و تابوهای فرهنگی فراوونی که داره شخصی ترین فیلم‌ها هم به نوعی فیلم اجتماعی میشن. به همین دلیل هنر برای هنر واقعا برام مفهومی نداره. فکر میکنم که سینما به عنوان هنری قدرتمند میتونه در جهت تغییر، در جهت تقویت حس مطالبه‌گری و آگاهی آحاد جامعه عمل کنه.
گاهی فیلم اجتماعی مبتنی بر یک رخداد خاص در یک شرایط تاریخی به خصوصه. معمولا این فیلم‌ها متهم به تاریخ مصرف دار شدن میشن. این اتهام به خود من کم نخورده، ولی هیچ وقت نترسیدم و هیچ وقت پرهیز از خوردن این برچسب نداشتم، چرا که فکر کردم که اگر فیلم از سطح یک گزارش صرف عبور کرده باشه و به لایه‌هایی از تأثیر یک موقعیت در کوتاه مدت و دراز مدت بر انسان‌ها رسیده باشه، این فیلم حتی اگر مربوط به یک دوره خاصی باشه، بعدها تبدیل به یک سند ماندگار خواهد شد و تجربه خیلی از فیلم‌های تاریخ سینما هم اینو بهمون نشون داده.